میبری؟ خب معلومه. پس منم با شما میام. اجازه که میفرمایید. انگار اجازه ایمان دست شماست. از بس پیاده اومدم پاهم تاول زده. نگاه کن. اوه جون، آدم دلش کباب میشه. مسخرم یار داریم. خب نفرمودین پیاده تو این جاده چی کار میکردین؟ آخ که آدم از دست شما مردا چی بگه؟ دلم میخواست مغز همه تو رو داغون میکردم. یواش در سر لوله ناخونه تو بگی اون بر. منظور چی؟ آخه تو میخوای مغز داغون کنی؟ آخه تو رو خدا نگاه کن. نمیتونم تصادف میکنم. پسر منو برداشته به خودش ببره کنار دریا. مثلا برای گردش. تو رو اینقدر بهانه گرفت تا بالاخره کتککاریمون شد. اونم تو رو وسط جاده گذاشت و رفت. آره بچه. پسر کی بود؟ یکی از همجنسای تو. از همونایی که روزی هزار مرتبه قربون صدقه آدم میره. ببینم خیلی به زور مونده. نیم ساعتم گذشته. به نظرم گشنته. چجور؟ اگه عشقت باشه دم یه قهوه خونه با میسیم و کنده یه نهار رو میکشیم. چطوره؟ پس این بهتر نمیشه. راستی ببخشین که تا حالا اسم شما رو نپرسیدم. اسم من آقا مرزاست. آقا مرزا پاچناری. پاچناری؟ این فامیلته؟ نه بابا جون، بچه پاچنارم به هم میگم مرتضی پاچناری. خدا رو شکر که بچه 400 دستگاه نیرو هوایی نیستی. اگر نه بهت میگفتن آقا مرتضی 400 دستگاه نیرو هوایی. دختر خوشمزه هستی. قابل نداری پیشکش. خب اسم سرکار الیه چی باشه؟ به من میگن هما. هما خوشگله. آه هما. کم و کس نداری؟ نه نه دست شما درد نکنه. خلاصه اینجا مال خودتونه آقا مرتضی، من کوچیکتونه. مرسی. چی فرمودی؟ هیچی با گفتم مرسی. آها قربون شما. انگار شما رو کاملا میشناسی. همینطوره، عباس تو این جاده رفت و اومد میکنم، تقریبا همه رو میشناسم. برای چی این همه رفت و اومد میکنی؟ والا راستش من تو شمال از شما چه پنهون، چند تا باغ مرکبات دارم که مرتب میرم سرکشی باغا. حالام رفته بودم یه تیکه زمین معامله بکنم، اما حیف که نشد. زمین مرغوبیه، 2 میلیون متره. آه که اینطور. آره یه حجرم تو میدون دارم، محصول باغام هم خودم میفروشم. عالیه، پس من با آدم پولداری نشستم. تعظیم عرض میکنم قربان. به خودم یا به پولم؟ هر دو. قربون شما. داشتاری دو چای تمیز به ما بده. با اجازه شما من میگم دستشویو برمیگرد. خواهش میشه. ماشالله به این پیکرم. چی ساخته؟ حیرت هم بود. بفرمایین اینم چای تازه دن. قربون دسته. آقا مرتضی مسافر تر و تمیزی به طورت خورده، من تا حالا تو این خط ندیده بودم. شاید تو خط دیگه کار میکنه. شاید. بفرمایین اینم چای شما. بجام زن ماشین حرکت کرد. ببینم آقا داداش زنونه کدوم وره؟ زنونه مردونه نداره بفرمایید. وا چی گفتی؟ من واسه خودم نمیگم، میخواستم ببینم یه خانمی اونجا نیست. نه غیر از من خانمی نبود. ده آقا رو بپا. یا لالا عجب. داشلی جانم چقدر شد؟ قابلی نداره. چی رو قابلی نداره؟ تو خودت هم شاگردی. بفه زیادم هست. بقیهش مال خوده. خدا برکت بده به تو. دلان غیبت تو کردم. لابد خیال کردی برای یه لقمه نهار بهت کلک زدم. ای تو جای من بودی غیر از این فکر میکردم. فعلا که جای تو نیستم. معلوم میشه خیلی شیطون تشریف داری. بجور که واردیم. نه خیر، خارجکی هم که بلدی. خب من تنها زندگی میکنم، اگه دلت بخواد میتونی بیا یه گلوی تازه کنی. والا آه ناز نکن، بیا پایین.
مگه دلت نمیخواد کرایتو بگیری؟ آخ ای با خدا مرگم بده. راست میگی، من اصلا یاد کرایه نبودم. ای با خدا مرگم بده. ای با خدا مرگم بده. ای با خدا مرگم بده. دارم موزیکال میام. بیا بالا. چه خونه ای قشنگی؟ یک کل به خرابه است. جان من. خب دیگه اینم خونه ای من. آه خوبه. با با. چه عکسای قشنگی. لطف دارین آخه من یه خواننده هستم. خواننده؟ آره شبا تو کافه میخونم و میرخصم. خب چرا نمیشینی؟ وای ساله دوامش بیشتره. آرتور میلته. من با اجازه میرم یه دوش بگیرم که گرد تو خاکم پاک بشه. اجازه ایمام دست شماست. راستی رومیز مشروب هست اگه دلت میخواد برای خودت بریز. یه کاریش میکنی. مواظب سنگ پا باش. اکبر سیبیل 12، حسین چپ دست 15. این طرف چپ کاره. عقی دینامیت 20. با جونم با اون باروت پرملات. حسن فرفره 8. بی بخار بچه رو من نباتیه. امیر چارچش 19. اگه 8 چش داشت چی میشد؟ علی بادی 2. همش مال باد تو نمیری. رمزون کوفته 6. اخ کوفت بگیری جوون بی بخار. اوخ 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 محمود قزوینی 20. جعفر سجدست 18. داری چی کار میکنی؟ دارم آلبوم تو نگاه میکنم. انگاری خیلی نار بازاره. ببینم دلت میخواد عکس تو هم تو اون آلبوم باشه؟ رفتم تو نمیری 21 بیارم. چیا؟ نه خیلی شکستن این رکورد خیلی کار داره. حالتو برم. ببینم تو زن و بچه داریم؟ زن آره، اما هنو خدا به این بچه نداده. چی اینطور؟ پس تو یه مرد زن داری. مگه اشکالی داره؟ نه. پس بی تو بغل عموم. نه تو گفتی زن داری. تو هم گفتی اشکالی نداره مگه نه؟ خوب آره، اما فکر نمی کنی خیلی زوده؟ ما برای شما توفیری هم می کنم. تو خیال کردی من چه جور زنی هستم؟ چه می دونم؟ ببینم مگه تو نگفتی عکس منم میاد تو اون آلبوم؟ خیال کردم میخوای بهم نمره بدی. دوست داریم؟ چی نداره؟ پس بیرم. نه خیر من اینجوری ناراحتم. چه عجله ای داری؟ مگه نمیخوای امشب پیش من بمونی؟ نه. راست میگی، یادم نبود تو جز مرغایی. خب پس زودتر تشریف ببری، خانمتون منتظرن. خیال میکنه ما زن ندیده ایم. ما فوت کنیم و تو اصلا اون زن میریزه. بینم گفتی کدوم کافه کار میکنی؟ کافه مهتو. خب بکن. خدافزی هم نمی کنی بی تربیت؟ باشه طلبت با تربیت. حیف پری بلندنی با سادم صفره هم ایندازه. ببین به خاطر تو چه کارایی باید بکنم. برای کینه و نفرت تو دست به چه اعمالی بزنم. حالا مگه چطور شده؟ چی میخواستی بشی؟ منو وادار میکنی سوار یه ماشین غریبه بشم، باهاش نهار بخورم، بعدم بیارمش خونه و ازش دلبری کنم. خیلی تون داری میری. اولا اون غریبه نیست، همونطور که قبلنم گفتم عموی منه. تا وقتی هم وقتم و سرش خالی نکنم راحت نمیشینم. اگه تو هم نخوای به من کمک کنی میرم سراغه یه زن دیگه. چی داری میگی؟ من تا حالا به خاطر تو هر کاری که گفتی انجام دادم. ولی چی؟ ولی ناسلامتی. تو ادعا میکنی که منو دوست داری. آخه این چه جور دوست داشتنی؟ گوش کن دختر، ببین چی دارم میگم. من هر طور شده واسه انتقام خودم از اون بگیرم، فهمیدی؟
تو نزدیک 300-400 هزار تومان پولم بیچاره رو بلند کردی و رفتی باختی. حالا میخوای انتقام بگیری؟ این غلطو به تو نیومده. ببند دهنتو. اگه میدونستی همین عموی عزیز من چه بلایی به سرم آورده هیچ وقتی این حرفا نمیزدی. اگه اون این کارو نمیکرد من هزار جور دیگه میتونستم چاره چوره اون پولا هموار کنم. ولی اونطوری مهر دوزی رو پیشونیم زد که دیگه هیچ وقت هیچ جا نمیتونستم سرمو بلند کنم. حالا منم میدونم چی کار کنم. به خاک سیاه میشونمش. حتما اونم با دست من. اگه نخواهی میتونی از همین الان را تو کج کنی. نه کمال، من تو رو دوست دارم. اگه بگی تو جهنمم برو حرفتو چشم بسته قبول میکنم، فقط به شرطی که میدونم هم برای همیشه دوستت داشته باشم همم هیچ وقت حرفت نکنم. فقط همون قولو به هم بده. باشه قبول میکنم. حالا جونم فدات میکنم عزیزم. بلند شو چایی بخور، خستگی روی دره. میلم نمیکشه. چی شده؟ مثل اینکه ناراحتی، به چیزی فکر میکنی؟ نه فقط یه خورده خستم. میدونم بایدم خسته باشی، یعنی توی این خونه چیزی نیست تو رو خوشحال کنه. یا وقتی از مسافرت برمیگردی به خاطر اون خستگی از تنت بیرون بره. تو دلت بچه میخواد ولی خدا بس دیگه، حالا که موقع این حرفا نیست. برو بذار راحت باشم. نمیدونه
خلاص و هر کسی این نباریمش خونه یه مدرو و خاص و هر کی با نگذاریمش برگ تو لباسمش براونه هر کی قدر آدمو نمیدونه نمیدونه برگ تو لباسمش براونه هر کی قدر آدمو نمیدونه نمیدونه چه میکردم بیا اینجا؟ حالا که اومدیم، بینم اگه از اومدنم دلخوری؟ نه، ولی تو گفتی زن داری؟ مگه آدم زندار نمیتونه کافه داره؟ چرا؟ ولی تا به خاطر چی بره؟ مثلا برای دلخوشی. آها، پس تو برای دلخوشی اومدی اینجا؟ آره، اما مثل اینکه عوضی اومدم. نه، اتفاقا درست اومدی، من همونی هستم که تو دنبالش میگردی؟ برای مشروبه میریزی؟ چرا نمیریزم؟ بفرمو میریز تو هندقه بلا سلامتی نوشه جون، بره اونجا که درد و غم نباشه. ببینم، میتونم یه سوالی ازت بکنم؟ تا چی باشه؟ تو گفتی زن داری، ولی بچه نداری، درسته؟ آره، بچه ندارم. خیال میکنم تو دلت بچه. من دیگه باز برم. به این زودی؟ آره، یه خود کار دارم. سلام آقا مرتجه، امروز زنی دنبالی که گشتم تو آسمون پیدا کرده با اجازه واس چی داشتی دنبال من میگشتی؟ الان عرض میکنم، من از دیرو تا الان تمام تهرون زیر پا گذاشتم، هر چی میرفتم میگفتن آقا مرتجه الان اینجا بود و رفت با اجازه شما. خب چطور شد فهمیدی من اینجا؟ اومدم یکی از همشهریامو که اینجا کار میکنه ملاقات کنم، شما رو دیدم با اجازه. پس شانس آوردن. او معذرت میخوام خانم، ببخشید عرضی ارادت نکردم، بنده محمد علی لاهیجانی تعظیم عرض میکنم با اجازه. بالاخره نگفتی چی کارم داشتی؟ الان عرض میکنم به سلامتی. عرضم به حضور آقای خودمون قطع زمینی که جنابالی در شمال میخواستی معامله کنی به هم خورد با اجازه. من رفتم بعد با اجازه جنابالی تمومش کردم. چطوری؟ با همون مبلغی که میخواستی برات قلدونه کردم. راست میگی؟ جون شما، جون عمار. حالا موقعشه که من به عنوان شیرینی یه لقمه از این غذا میل کنم با اجازه. صاحب کن ببینم که باز کنیم محضر سندشو بینویسیم. هر وقت شما بفرماییم با اجازه. یه دقیقه وایسته ببینم، اگه من فردا یا پس فردا بیام شمال میتونیم کارو تموم کنیم؟ البته، هر وقت شما تشریف بیارین کار تمومه. من برای همین اومدم تهران که به شما خبر بده با اجازه. ببین چی میگم، شاید فردا یا پس فردا بیایم بریم محضر. تو کی برمیگردی؟ اگه اجازه بدیم من دیگه لقمه میل کنم، فردا خیال دارم برگردم. با خورنوش جونه، هرچی هم دلت میخواد دستور بده واسهت بیارم. قربون معرفتت میرم آقا. بیا خودت میز و حساب کن. میگونم اینطور که معلومه تو چند روز دیگه همدیگر رو نمیبینی؟ ممکنه. دلت نمیخواد منم همراهت ببری؟ نفهمیدم، اگه بهت بگم بیای واقعا میای؟ درست نمیدونم، آخه اجازم دست خودم نیست، تا ببینم صاحب کافه چی میگه. پس ببین چی میگه. ای دختر، مگه من نگفتم امشب باز هر طور شده نگرش داری؟ چرا گذاشتی برم؟ من که نمیتونم به زور وادارش کنم پیش من بمونه. پس تو برای چی خوبی؟ منو بگو که از کی کمک میخوام. چرا اینجوری با من رفتار میکنی؟ مگه من گناه کردم که تو رو دوست دارم؟ ببین کمان، ازت خواهش میکنم با من مثل یه انسان رفتار کن، کاری نکن که میونمون به هم بخوره. به جهنم که به هم میخوره. تو اصلا لیاقت اینو نداری که من باید زندگی کنم. تقصیر منه که میخوام از این لجنسار بکشمت بیرون و باید عروسی کنم. گوش کن، قلم های پاتو خورد میکنم اگه دیگه بیای سراغ من. دوست دارم، منو بزن، بکش، ولی تنهام نذار. هر کاری بگی میکنم، هر کاری. فقط ازت خواهش میکنم منو ببخش. خیلی خوب،
تا خودتو حاضر کنیم منم برات میگم جریان چیه که احتیاج به کمک تو دارم. متشکرم، تو چقدر خوبی. خیلی خوب، برو لباس عوض کن. چشم. بودو گوش کن هما، یه موضوعی هست که تو هم باز بدونی. من تنها وارث مرتضی هستم. اگه امروز نفله بشه فردا تمام ثروتش به من میرسه، ولی اون میخواد وصیت کنه اگه بچه دار نشد تمام ثروتشو بدم به خیریه، به بچه‌های یتیم. خب ما باید چیکار کنیم؟ باز جلو این کارشو بگیریم. چه فرمی؟ فکرشو کردم. فعلا تو باز کنی کنی که اون یه دقیقه بدونتون نتونه زندگی کنه. چهل صندوق پرتقال، 15 تا نارنجی بفرست و ساج آمده باشه. همین الان میفرستم. حرفه حضرت آقا، قیمت این پرتقالا چنده؟ صندوقی 45 تومن خانم. ولی انگار پرتقالاش زیاد تعریفی نداره. بله بهتر از اینام داریم. شما تشویرین اینجا، تشویرین. باز چی اومده اینجا؟ آخه میدون که جای تو نیست. حالا مگه گناه کردم؟ نه بابا، میدونی چیه؟ همکارمو منتظرن یه چیزی از آدم ببینن و پشت سرمون ریج بشینن. ببخشید، آخه یه دفعه هوایی تو زد به سرم. حالا بد کاری کردم؟ البته که نه. بذار یه چیزی رو وسط بگم. اول که دیدمت فکر کردم اومدی که بگی حاضری با هم بیای شما. خیلی دلت میخواد من بیام؟ از خدا میخوام. اما من نمیتونم، یعنی نمیتونم برنامه‌مو ول کنم و بیام. اگه ضررتو بدم چی؟ ضرر صاحب کافرم میدم. برای پول نیست، نمیتونم کارمو ول کنم. اگه بخوای میتونی. جون خود دست خودم نیست. خیلی خوب، بازم فکراتو بکن. من فردا راه میافتم، اگه دلت خواست بیا. تو ببینم. خوبی که موندن تو اینجا جایز نیست. یادت باشه جلوی بربچه ها سیاه بندی کن. دستم و روونه. بله خب بفرمه خانم، بفرمه. از این بهترم داریم، شما سفارش بده کار خواهر. شما خیلی گرون فروشی نه، من مجبورم برم یه جای دیگه معامله کنم. عوضش جنس ما خیلی خوبه خانم چون. خریدار پشیمون نمیشه، هر کی برده تعریف کرده. حتما. قول مردم نمیدم. مواظب باش نفوذ نشی. یاره تاخ باشه. یه دقیقه صبر کن ببینم. دو مرتبه که سر و کله پیدا شد، مگه نگفتم حق نداری پاتو بذاری اینجا؟ شما نمیتونین برای من تکلیف معلوم کنین. چرا؟ برای تو آدم نادرست همه میتونن تکلیف معین کنن، چون هیچ کس نمیخواد مالش یه دوز غارت بکنه. بازم که شروع کردی عمو جون. من عموی تو نیستم، فهمیدی؟ هیچ کس تو نیستم. نمیخوام دوره برای زندگیم بچرخی. واسه هرچی پول ازم بلند کردی بردی باختی، جان برو گم شو. اون جوون آقا مرتضی باز ببخشینش. ببخشمش؟ مگه شماها نمیدونین وقتی دست حرام تو مال آدم میاد دودمون آدم به باد میره؟ دست این پسره کجه، داشت زندگی ما به باد میداد. شما تلافی کردین. پس میخواستی چی کار کنم؟ بهت بگم دستت درد نکنه؟ اگه بازم این طرف ها پیدات بشه همون بلا رو سرت میرم. حالی ته؟ سلامات بفرستین آقا مرتضی، بفرمایید سر کارتون. بفرمایید دیگه. ناخنم حالا هست صداتو بلند کن، نوبت منم میرسه. خوب نیست آقا کوالون، هر چی باشه گردن تو حق داره. آره خیلی هم حق داره، همه روزا حقشو کف دستش میذارم. چی شده؟ انگار قدم اونو شون بود. نه بابا موضوع گذاشتم. خب دیگه من باید خدافزی کنم. ببینم تو فردا حتما میری. آره بهتره برم یه 5-6 روزی راحت باشم. کاش میتونستم باهات بیام. آره خیلی خوب میشه. هر وقت برگشتی به هم سر بزن. حتما. فعلا خدافز. خدا نگهدار. چرا اومدی خودتون نشون دادی؟ نزدیک بود همه این کارا رو خراب کنی. خیلی خوب بگو ببینم چی گفت؟ نه گفتم شب میاد کافه یا نه؟ نه اون میخواد بره شمال. شمال برای چی؟ به نظرم میخواد زمین معامله کنه. خیلی هم اصرار کرد من باهاش برم. و تو هم قبول نکردی؟ فکر میکردم تو راضی نباشی. آخ که تو چقدر از مرحله پرتی. مگه ندیدی چه تو منو جلو مردم تنف کرد؟ پس کی میخوای من به آرزون برسم و پوزشو به خاک بمالم؟ من چقدر بدبختم که تو رو دوست دارم. ببین چی میگم هما، تو اگه بتونی
واقعا اونو گرفتار خودت کنی بقیه کارمون خیلی آسون میشه. من سر یه هفته قالشو میکنم و با هم زندگی خوبی رو شروع میکنیم. زنش؟ اون که قصه نداره، بذار مرتضی پابنده تو بشه، زنش با من. آخ که کاش تو قبول کرده بودی باش بری شما. هنوزم دیر نشدی، اون قرار فردا حرکت کنی. آخه اینم شد زندگی؟ تو هنوز 3-4 روز نشده که از شمال اومدی، بازم میخوای بری؟ من که نمیخوام برم عیاشی، یه تیکه زمین مرغوبه میخوام برم معامله کنم، فردا که توش نهال کاشتم خودش میشه یه باغ حسابی. من میدونم تو چرا از خونه گریزونی، برای اینکه ما بچه دار نشدیم. تو دلخوشی به زندگیت نداری؟ این حرفا چیه؟ خدا هر وقت بخواد بچه دارم میشین. ببین مرتضی، اگه تو حاضر باشی منم حاضرم بریم از پرورشگاه یه بچه بیاریم. یادت یه وقت خودت اینو بهم گفتی؟ آره، اما تای دلم برات شده آخرش خودمون بچه دار میشیم. تازه آدم بچه خودشو بزرگ کنه یه کیف دیگه ای داره. میفهمم، یعنی خدا یه همچین محبتی در حق ما میکنه. مسلمه، دریای کرم خدا خیلی بزرگه. ای خدای بزرگ. خب من دیگه باید حرکت کنم. بینام واسم لباس گذاشتی؟ حالا چه عجله‌ای داری؟ ببینم نکنه پای زنمنی تو کاره. زن؟ خوبه که تو شوهرتو میشناسی. الو، شما هنوز تشریف نبردین؟ شمایی؟ چرا دارم راه میافتم؟ به نظرم زنت جلوت وایس بودی که به تته پته افتدی ها؟ خب میخوام یه خبر خوبی بهت بدم. من تونستم از کافه مرخصی بگیرم و باهات بیام. چه بهتر، منم تو را تنها نیستم. باشه میام دنبالت. انگار مسافر بهت خورده. آره با همون منطقی که زمین رو برام قول نامه کرده. میدونی گفت میخواد کرایه ماشین نده و با من بیا. میبرن تا لب تشنه بر میگردونن.
جون امیری سرقلفی دریایی. بیا چنگ چقدر سرده الان جهر میشی بسه برم تو ماشین. آه راستی میخوام یه چیزی بهت بگم، من کم کم داره از این زندگی خوشم. راست میگه، من این چند روزه واقعا از زندگی لذت. خب اگه دلت بخواد میتونی این زندگی رو واسه خودت نگه داری. منظورت اینه چیه؟ آره جونی، من حاضرم هر طوری که تو عشقت ازت نگه داری کنم، به شرطی که قید کارو بزنی و کافر رو ول کنی. خوب شد یادم انداختی، مرخصی من تموم شده، امشب حتما باید برم. یا لورا بیفت. آخه چرا چرا قبول نکردی؟ برای اینکه خرج زندگیم خیلی زیاده، تو نمیتونی از عهدش بر بیایی. این حرفا بونه است. تو خودت وضع منو دیدی زن، درآمد من اینقدر هست که بتونم زندگی ده تایی مثل تو رو بچرخونم. درسته، ولی یه مدتی که خرج کردی خسته میشی، اون وقت دیگه نه تو رو دارم نه کارمو. آقا راشونو میگیرن و میرن، بعد علی میمونه با حوزش. حالا قانع شدی؟ آره قانع شدم، چون تو به اون کاری که میکنی عادت کردی. عادت کردی شبا جلوی 2000 تا چشم قهر بدی و آواز بخونی. اکه لونه و آشیون میخواد،
آدم بنده عشق، آدم بنده عشق، آدم بنده عشق، آدم بنده عشق. خب آقای جزی بفرما بیشتیم قربونتو قربونتو من برم بفرما اینجا بشین الان میام سلام اجازه هم واسه شراب بریز به سلامتی خودمون بخوره بده بش بیه بگی بیه بگی بده بلا شکار میکنم ایمی نهاره نه بیشیم بابا بیشیم سرکار آقا چی باشم؟ به تو مربوط نیست برو تو صورت خونه صاحب کن میرم اگه تو داروی گفتم به تو مربوط نیست آلیا من خودی به من اینجوری نگاه نکن میخواستی دعوا نکنی من که بهت گفته بودم مجبورم تو کافه کار کنم لاف زدن با مردم چطور؟ اونم مجبوری؟ آره این کار شغل منه اگه نکنم نمیتونم زندگیمو اداره کنم چی؟ زندگی؟ مردش رو اون زندگی رو ببره که میخواد اینجوری اداره بشه تو همش حرف میزنی حرف زدن کار آسونیه ببینم تو واقعا میتونی یه زندگی غیر از این برام درست کنی؟ آره زن، یه دفعه بهت گفتم من حاضرم هر چی تو بخوای برات مهیا کنم پول، خونه، زندگی آبرومند فقط به شرط این که از این کار لعنتی دست بکشی خیال ورد داشته جونم، خرج من خیلی باشه، برای این که تو راضی باشی حاضرم تموم ثروتمو به پات بریزم بازم حرفی داری؟ نه، از اولیش هم نداشتم
اگه یه پاپاسی کمتر بدم یعنی صرف نمیکنه. چه تو صرف نمیکنه؟ شما که پول بالا اینو نمیدین، محصول بالا خودتونه. شما دیگه چرا این حرفو میزنین؟ من که بالای زمین و باغ پول ندادم، نه حال نکشتم، خرج نکردم، چرا یه حمل و نقل ندادم؟ خیال میکنی این بارا نقدی به دست من اومده؟ خیلی خوب، حرفتو قبول دارم، اما جونو بچت از هر صندوق دو تومنشو بنداز. باشه جونم. آیا با سلام مرتضی، بیا اینجا ببینم. ببین حسن آقا هرچی میخوام بهشون بده ببرم. خیلی ممنون مرتضی. قربون شما. چی بدم حسن آقا؟ میگم معلومه آمرزه بچهش خیلی دوست داره. اتفاقا بچه نره. بچه نره؟ ببین چی میگم، یه خورده از اون سرگله میوه ها بس تو پاکت من ببرم. خواهش با آمرزه. عباس بیا. انگار خبرایی ها چطور جه؟ آخه میوه خونه آق مرتضی رو ما هم میشه میبردیم ولی چند روز میشه میبردیم. فضولی ها به تو نایمده ولی همچی میتونم. من شوخی کردی؟ عباس آقا دیگه چیه؟ بادنجانه به تخت داری؟ آره چند تا؟ هن شیش کنی؟ بگو شیش تا کنی بادمجانه به تخت برای استان آقا بذارن کنا. بسته هنه الان دیگه فرمایشی نهاری؟ قربون شما عزت زیاد. اما اما بیا ببین چی واسط خریدم. اما مرتضی اینجاست. کدوم آقا مرتضی؟ آقا مرتضی پاچیناری. بله همینجاست. باش فرمایشی داشتین؟ بله کارشون داشتم. اگه نیستم مزاحمتون نمیشم، یه وقت دیگه میام. این حرفا چیه؟ مزاحمت کدومه؟ منزل خودتونه. بفرمایین تو تا بیام. بله حالا دیگه هر جا باشم پیداش بفرمایین. ممنون. یه پدری ازش در بیارم که خودش حس کنه. وا شما که هنوز نمیدونی موضوع چیه. حالا میفهمم. بیا بفرمایید. مرسی. خب ممکنه بفرمایید با آقا مرتضی چی کار داریم؟ بهتر از اول تعریف کنم. من تورای چالوس با ایشون آشنا شدم. تورای چالوس؟ بله من داشتم پیاده می اومدم. خدا عوضشون بده. آقا مرتضی منو سوار ماشینشون کردن. گفتین شوهر داشتین؟ بله اون بنا بود. چند وقت پیش از داربست افتاد و عمرشو داد به شما. خدا رحمتش کنه ننه. خدا رفتگان شمارم بیامرز. الهی آمین. وقتی شوهرم مرد فکر کردم بیام تهران و یه کاری پیدا کنم. چون پول نداشتم پیاده را افتادم. بعد آقا مرتضی رسید و سوارتون کرد. بله بله ضمناً ایشون قول دادن برام یه کار سبکی پیدا کنن. آخه من حاملم. حامله؟ بله گمونم یه ماه همه. خب دیگه باید ببخشین مزاحم شدم. با اجازه. اختیار دهیم. کجا به این زودی؟ بمونین تا آقا مرتضی بیاد باهاش حرف بزنیم. آخه میترسم دیر تشریف بیارم. عیب نداره امشب و اینجا میمونین، فردا صبح باهاش حرف میزنیم. راست میگن خانوم، یه امشب و بمونین بعد بگیم. ای بله آماره این طرف آنهایی دیگه. نه خیر آقا مرتضی. خب چند وقت دیگه که شکمت بیاد بالا چی کار میکنی؟ چجوری میخوای کار کنی؟ خودم هم نمیدونم. کاش اصلا حامله نبودم. آخه بچه‌ای بی بابا به چه درد من میخوری؟ انگار ناراحته که بچه دار میشی. معلومه آدمی مثل من بچه میخواد چی کار؟ ببخشین خانم کجا میتونم دستامو بشورم؟ ایوا من نشونتون میدم. بفرمایید. قربون شما. اینم دستشوی خانم. جون خدا براتون خواسته، شانس با پای خودش اومده در خونتون. منظوره چه؟ معلومه بچه این زنه یه ماه حامله است. بچهشم نمیخواد
دیگه بهتر از این نمیشه خانم جون. بازم نفهمیدم. چطور متوجه نمیشی؟ دیگه چی بهتر از این؟ ما این زنه رو تا وقتی شکمش بالا نیومده و معلوم نیست آب سنه، پیش خودمون نگرش میداریم. 3-4 ما مونده به زاییدنش میبریمش شیراز. وقتی بچه به دنیا اومد، بچه رو ازش میگیریم و با خودمون میاریمش تهرون. اون وقت آقام خیال میکنه بچه خودشه. میفهمی چی داری میگی؟ مگه ممکن؟ بله. شما از فردا وانمود کنین که آبستنی، بعدم همونطور که گفتم 3-4 ما مونده به زاییدن، به عنوان این که میخواین استراحت بکنین با هم میریم شیراز. باقیش هم دیگه هیچ کاری نداره. اگه همون روزای آخر مرتضی اومد شیراز چی؟ آقا اینقدر سر شلوغه که محال بتونه بیاد شیراز. درست میگه، انگار میشه یه کارایی کرد. مسلمه، دیگه از این بگو مگو هم راحت میشین و زندگیتونم شیرین تر میشه. آره، تازه اگرم بفهمه کار بدی نکردیم. درسته، اصلا ما برای خوشحالی اون داریم این کارا رو میکنیم خانم. اومد. ببخشید امشب به شما خیلی زحمت دادم. این حرفا چیه؟ زحمت کدوم؟ بفرمایید بشینید. قربون شما برم، بفرمایید که کیه. ببین عزیزم راحت باش، غریبی نکن، خانوم میخواد باهات حرف بزنه راجب این کوچولو مامانی خوشگله. تو برو اتاق بالا رو برای خوابیدن خانوم درست کن، من باهاشون حرف بزنم. چشم، اینجا منزل خودشونه. قربونش برم الهی، الان میرم برات یه جای نرم و راحت میذارم. ببینم خانوم. چی شده؟ انگار ناراحتی؟ نه، یه خود خستم. اون خانمی که سوار ماشینت کردی اومده اینجا. خانم؟ کدوم خانم؟ همونی که تو جاده چالوس سوارش کردی، یادت نیست؟ چرا؟ ببینم، اومده اینجا باز چی؟ اومده تو رو ببینه، الانم اتاق بالا خوابیده. تو اتاق بالا؟ نفهمیدم، اما که اینجا کارمون سراف. اون تمام جریان رو برای من تعریف کرده. کدوم جریان؟ همون که شوهرش مرده و تو بهش قول دادی براش کار پیدا کنی، مگه یادت نیست؟ چرا؟ همچنین یواش یواش داره یادم میفته. دلم برایش سوخت، طفلک حاملم هست. چی گفتی؟ حامل است؟ آره، مگه برای تو نگفته بود؟ نه، یعنی شاید روش نشده بگه. در هر حال من امشب نگرش داشتم، قراره فردا صبح راجع به کارش باهات صحبت کنیم. اگه یه کاری براش پیدا کنی خیلی ثواب داره. خیلی خوب، حالا تو فردا صبح ببینیم چی میشه. من فعلا خستم، میخوام زودتر برم بخوام. اما من میخوام یه خبر خوبی بهت بدم، نمیخوای گوش کنی؟ بهتر نیست بذاری برای فرد و صبح، آخه من خیلی خستم. باشه، صبح برات میگم. یه دو... سر و صدا نکن. خیلی ترسیدم. خیلی خوب بگو ببینم این دیگه چه بازیه. کدوم بازی؟ اومدنت به اینجا. فکر نکردی اگه زنم بفهمه چه قشقرقی به پا میشه؟ خوب دلم برا تنگ شده بود. یه مرتبه هوات زد به سرم، اومدم ببینمت. آخه مگه تو دیوونه ای دختر؟ آره، آدم عاشق همیشه دیوونه است.
از اون گذشته دلم میخواست خونه و زندگی تو از نزدیک ببینم جونی. حواست دیگه چیکارش میشه؟ حالا حواست خوابید؟ بس فردا صبح زود از اینجا برو وگرنه ایزنم بفهم و ترسو تو زنگ گرفتی و شوهر کردی؟ راستی این دروغا چیه پشت هم قطار کردی؟ شوهرم مرده، میخوام کار کنم، قابلم، حاملم، هزار جور کلکه دیگه. اما یه قسمت از حرفم درسته، من حامله شدم. چی؟ چی گفتی؟ آره من از تو حامله شدم، بیشترم برای این اومدم اینجا که این خبر رو بهت بدم. تو میدونی چی داری میگی؟ مطمئنی؟ خب معلومه، امروز دکتر به هم گفت. یعنی من بچه دار میشم؟ الهی قربونت برم هما جون، از صدق بچه هم برم جون. هما جون. گوش کن مرتضی، یه موضوعی هست که تو هم باید بدونی. زنیت میخواد این بچه‌ای که تو شکم منه ازم بگیره و به اسم خودش به تو جا بزنی. منظورتو نمیفهمم، به اسم خودش جا بزنه یعنی چی؟ یعنی این که میخواد وانمود کنه که حامله است، بچه منو اون به دنیا آورده. آخه چطوری؟ راست و ریستشو جور کرده، اول قراره به تو بگه که حامله است، بعد منو ببره شیراز، وقتی زاییدم بچه رو ازم بگیره. پس خبر خوبی که میخواست بهم بده همین بود. ولی تو نباید دروش بیاری، فهمیدی؟ خب معلومه، من اصلا چیکار دارم به این کارا؟ من بچه میخوام، عمده این که مال خودمه، یا از این باغ یا از اون باغ، فرقی نداره. اما ببینم تو چطور راضی شدی این کارو بکنی؟ چطور راضی شدی از بچه خودت بگذری و بری به اون؟ اصل اینه که پدر بچه تو هستی، تو بزرگش میکنی، دیگه برای مهم نیست که به اسم من باشه یا به اسم کسی دیگه. یعنی تو اینقدر با گذشتی که بچه خودت میگذری؟ به خاطر تو آره. وعدات شم قربون مادر بچم برم. الهی که برم. میتونم یه مژده‌ای بهت بدم، اگه عشقت باشه میتونی بریم از پرورشگاه یه بچه بیاری. دیگه لازم نیست این کارو بکنی. چطور مگه؟ خبر مبرایی هست و ما نمیدونی؟ جون مرتضی راست میگی؟ بگو تو بمیری. دیگه تو بمیری نداره، دیروز رفتم پیش زیور خانم قابله، اون معاینه‌ام کرد، گفت یه ماه حاملم. ای خدا ببین چی داره میگه. جلال خالق من بچه دار شدم. قربون اون بزرگیت برم خدا جون، که بالاخره ما رو نامید نکرد. قربون پسرم هم برم، قربون تو هم برم، شکل ماه تو برم، فدات بشم الهی. جلال دلم چه ماهی ماریام جونم و ماریام جون. چی کار میکنی بابا؟ استخونم خورد شد. خوب دارم از خوشحالی پر در میارم. کوکب بیا به من تبریک بگو، من بچه دار شدم. ایشالا مبارکه، خدا کنه پسر باشه. اون که معلومه کوکب تو پسره. ببینم چرا زودتر به من نگفتی؟ دیشب میخواستم بگم ولی تو نذاشتی. آخ گردنم بشکنه، کاش که دیشب ازت پرسیده بودم. گوش کن مریم جون، از حالا تو باز خیلی مواظب خودت باشی، فهمیدی؟ خیلی خوب. خب من دیگه میرم، نمیدونم امروز خوشحالی میتونم کار بکنم یا نه. مگه صبر نمی کنی تا اون دختر بیاد پایین باش حرف بزنی؟ والا دو بلش کن باسه بره، مگه من اداره کاریابی هستم. خداحافظ. گوشتون به نگاه نباشه، ما نیگرش میداریم، بعدم به آقای این گفتم کاری نداره. تموم شد، ولی اون گفت بذار دختره بره. مردم. آره کار داشت رفت، ولی من باهاش صحبت کردم. ببینم تو که پشیمون نشدی؟ نه چرا پشیمون بشم،
از خدا میخوام. ایوا خانم داره دیر میشه، نمیدونم بریم خرید. چرا اومد؟ قربون دست مبازه باش، دست به سیاه سفید نزنی تا ما برگردم. ولی منم دلم میخواد کار کنم. این حرفا چیه؟ تو اگه آب خواستی نباید از جا تکون بخوری، من خودم میدم دسته. شما چقدر مهربون. صبورتو بخور، ما الان برمیگردیم. به نظرم باز نقشه‌ای داری که گفتی بریم خرید. مسلمه مریم خانوم، این زن تا حالا غذای درست حسابی نخورده، برای همین ما باز بریم یه خورده دوای تقویتی بگیریم و به خوردش بدیم. راست میگه، الان از دواخونه براش میگیرم. یه بس. اما یه موضوع دیگه. باز چیه؟ شما که نمیتونین یه مرتبه بچه‌تون رو بغل بگیرین و وارد خونه بشین. مردم نمیدونن کی حامله شدین. پس چی کار باید بکنیم؟ از حالا تمام در و همسایه‌ها باید بدونن شما حامله شدین. همین. نمیری کرکم، من اگه تو رو نداشتم چی کار میکردم؟ هیچی، فقط بچه دار نمیشدین. رشتم پن بشه؟ نمیخواد بیان ما پس بشی، فقط کاری که من میکم انجام بده. ببینم دیشب اون اومد پلود یا نه؟ آره. خوبه، درست حواستو جمع کن، امشب همون شب موعوده، باید تک خودمون رو زمین بزنیم، فهمیدی یا نه؟ سلام. سلام آبجی. سلام علیکم آی دکتر. سلام، بهتون تبریک میگم، انشالله پسر باشید. تبریک پسر. قربون شما، قربون شما. سلام علیکم. 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 سلام. به این سیب دعای چل بسم الله خوندن و فوت کردن، دور زری هفت امامزاده توابش دادن، تو جام چل کلید شستنش. باور کنید خانم جون، این سیب تلسم شده است. یعنی میگی حتما تأثیر داره؟ ایوا معلومه، درویشی که این سیبو به من داد گفت هر زن حاملهی که این سیبو نصف بکنه و با مردش بخوره ردخور نداره، بچهش پسر میشه. خدا کنه این طور باشه. مرتضا خیلی دلش پسر میخواد. خاطر جمع باشین خانوم، نصفشم من میبرم میدم به هما بخوره. ولی این بچه که واقعا مال مرتضا نیست. باشه خانوم جون، اصل کار این سیبه، این سیبه که معجزه میکنه. مثل این که مرتضا اومده، بداش من ببینم چی کار میتونم بکنم. مریم، مریم. سلام. سلام، اون چیه پشتت قایم کردی؟ این سیبه. خب باشه، مال توه، باید بخوری. مای خول شدی دختر، بخور دیگه. به این کارا چیه؟ چرا اینجوری میکنی؟ بذار لباس همو داره نه، باید اول سیبو بخوری. از تو خودت میدونی که من اصلا سیب دوست ندارم. اگه زهرم باشه تو باید بخوری. عجب مکافاتی داری ما. بابا من اصلا از سیب خوشم نمیاد، میفهمی؟ حالا باتم بگو بخور. همین نصفی رو. یه نخودش هم نمیخورم. الهی که من فدات شم، مرگ من یه گاز بزن. لا اله الا الله. ببینم آخه تو چرا انقدر اصرار میکنی زن؟ واسه اینکه اگه این نصف سیبو بخوری حتما بچه‌مون پسر میشه. درویشه اینو به هم گفت. درویشه پسر؟ اینو چرا از اول نگفتی؟ اصلا یه خروار سیب بیار بخورم. خودیه من سیب باشم، یعنی اصلا من مرده سیب هم، بدون سیب راش هم نمیذارم. من سیب نخورم تمام دستبالم زیگیل میزنم. راستی ببینم اون زنه رفت؟ نه، من بی کس و کارو تو این شهر ول کرد، اونم میونه این همه گرگ.
طفلک به ما پناه آورده، اون وقت تو راضی میشی بره و هزار جور بلا سرش بیارم؟ راست میگی، اقوا توه. سی الو الو بازم بفهمه. اوه انگار خیلی دوستش داری. موضوعی حرفا نیست. چرا؟ ببین مرتضی، این بچه که تو شکمه بنی مال توه، ولی قبول کردی که زنی باید دلش خوش باشه که به من بگه حامل است. از توی یا بچه هم از بقالم خانم. بیا بیا باش 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 ترس صدات میره پایین. نه ترس آخه این تو خب به من مریم وایسا مریم مریم وایسا مریم موشب لباس تو مرا بردار بیا نکردی؟ نه بله شما بله بله همینجاست چی؟ کدوم بیمارستان؟ خدا مرگم بده حالا میام شما شوهرش هستین؟ بله بهتون تصدیق میگم متاسفانه ما نتونستیم کاری انجام بدیم خونریزی مغزی بود
با این تصادف دو موجود بیگناه از بین رفتن. دو نفر؟ بله، مگه شما نمیدونستین خانومتون حامله بود. این حادثه باعث شد که بچهش هم سقط بشه. سلامتی تو هاما جون؟ معلوم میشه از دست گلی که به آب دادیم خیلی خوشحالیم. خیلی، هرچی اون زنج بکشه من بیشتر کیف میکنم. ولی من دیگه دلم نمیخواد چشمم به چشم اون بیفته. چه؟ من بچه شدی دختر، فقط یه قدم دیگه مونده به هدفمون برسیم. من بیشتر از این نمیتونم رول بازی کنم. اگه بفهمه من حامله نیستم اون اون نمیفهمه، یعنی وقتشون نداره. همین روزا یه مرتبه میبینی سر آق مرتضا رفت زیر آب، اون وقت تازه اول عشق من و تو هم. آره دیگه عزاداری براش بسه. اگه بتونی یکی دو هفته اونو ببری شغال رویش عوض میشه. منم میام اون دور و برا و موازه بتونم. کار مشکلیه، اون هنوز زنشو فراموش نکرد. تو باز کنی کنی که فراموش کنه. آره چی اومده اینجا؟ اومدم تکلیفمو معلوم کنم. من دیگه خسته شدم. تا کی باید تنها باشم؟ منظورت چیه؟ منظورم اینه که دیگه بسه. آخه تا کی میخوای عزادار باشی؟ ببین مرتضی، ما که تو اون جریان تقصیری نداشتیم. نمیدونستیم ممکنه یه همچین اتفاقی بیفته. آخه تو برای چی خونه نمیای؟ من از تنهایی دیخ کردم. حالا میگی چی کار کنم؟ من چه میدونم؟ اینقدر میدونم که اون خدا بیامرزم راضی نیست تو این همه قصه بخوری. گوش کن عزیزم، بیا یه مدتی بریم شمال. هم روحیه تو عوض میشه، هم من استراحت میکنم. آخه ناسلامتی، من حاملم. چرا حرف نمیزنی؟ من دارم از این وضع دیوونه میشم. آخه من که تقصیری نداشتم. اقلن به خاطر بچه‌مون این کارو بکن. باش. خیلی ممنونم، خیلی. همین نره خوبه. داداش بفرمایید. بیا قربون دادا. قابلی نداره. دست شما درد نکنه. خوش اومدید. قربون تو. بله. از صبح تا الان کدوم گوری هستی که هرچی تلفن منم کسی گوشی رو بر نمی‌داره؟ کی اومدی؟ امروز صبح.
گوش کن ببین چی میگم. من باز تو رو ببینم. فردا بیا پشت ویلا. همین الان. الان نمیشه میدونی. آخه مرتضی اومد. یه طوری دکش کن. نیم ساعت دیگه پشت ویلا منتظرتم. بگی بگی اینم ماهی. کاش میبردی میدادی تنوریش میکردن. باشه گفتی میخوای خودت درستش کنی. آره اما یه مرتبه بوش زد تو ذوقم. آخه زن حامله هر دقیقه یه حالتی داره. مثلا الان دلم ماهی تنوری میخواد. خیلی خوب میبرم میدم تنوریش بکنم. خوب شو خوب تنوریش کنن. یا تو بعد بیاری یا ما بعد بیاریم. میخنده. حالا که وقت این کارا نیست. ده فکر میکردم بعد از چند روز بهتر از این با من رفتار میکنی. تو هم سطح توقع چقدر رفته بالا. ببینم مرتضی رفت بیرون. بله. درست گوشتو واکن ببین چی میگم. من برام یه اتفاقی افتاده که خیلی بیپول شدم. حتما باختی؟ اونش به تو مربوط نیست. تو فقط باز هر طور شده مرتضی رو تیغ بزنی. هرچی بیشتر بهتر. فهمیدی؟ اگه نخوام بکنم چی؟ دیگه نمیتونی. چون اگه مرتضی بفهمه تو بهش درو گفتی و بچه در کار نیست، مثل آکرنک کنکتو میکنه. من از هیچ چی نمیترسم. من تا حالا هر کاری کردم به خاطر تو بوده. اگه بعدرم بخوام کاری بکنم بازم به خاطر توه. قربونه تو من برم الهی. پوتی بغلم. میخواستم ببینم هنوزم منو دوست داری یا نه. یعنی تو؟ آره امتحانت کردم. تو که خودت خوب میدونی تو جون منی، عمر منی. البته مایه تیلنم نهایت فراموش بکنی. ای بچیست رد کن بیاد بینم. نه بده اون دوتا مایی بودیم اون دنیا در یا یک اما اما کجایی وسط ویارونه تو آوردم؟ اما 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 کجایی این همه صدات کردم؟ داشتم کار میکردم. بیا اینم ماهی تنوری. نمیخوام اشتهام کور شد. ده ولی من این همه راه رفتم و برگشتم. چی کار کنم؟ فعلا دوست ندارم. باشه یه وقت دیگه. نه خیر همون ما باید بیاری. بی افتا بیا قربلا. سلامتی اونایی که تا آخر خط با ما. موش جونه بیا قربان یو نزد درم. میگم ببینم تو کی کدبانو میشی که ما از این دربه در این نجات پیدا بکنیم. منظورت چیه؟ آخه همش که نمیشه بیرون غذا خور. یه دمپختکی، آب گوشتکی. سیاب جونم ما میسابونیمش تا سفید چه؟ برای تو چیزی گم کردی؟ بیم جانم من میخوام برم بیرون. آه حالا آی فلونی بی این چی بیزم ها؟ بله بله قبلا میگم این چیز کجاست؟ چی میگن اسمشو؟ هر جا یه اسمی داره. این سین دبلیو اون دبلیو سی آها اون پشته. خیلی ممنون آقا. خواهش من الان میام. بودو تو اینجا چی کار میکنی؟ من نگفتم پول لازم دارم. چرا؟ ولی چه فرمی به خودم میآوردم؟ خیلی خوب، باز یه طوری دست بسترش کنی، خودم میام تو ویلا. نمیشی باز یه کارش بکنی. و من به خودت هم احتیاج دارم، همش که نمیشه تو بغل اون باشی. راست میگی؟ آره باز یه ساعتی هم مال من باشی. من همیشه مال تو هم.
ریتونم با ایشان با شما را خوده دست شما درد نکنم. پس ترتیبشو بده، من میرم تو ویلا منتظر تو میشم. محکم بزن تو گوش من، بگو مزاحم شده، زود باش بزن. خجالت نمیکشی؟ مگه تو ناموس نداری؟ خوار مادر نداری؟ چی شده؟ از این تن لش بپرس. ما که نگفتم دور بر ما نپلک، یه کاری نکن شناسنامتو باطل کنه پسر. از تو هیچ پای نیست، کسی که با یه همچون بابند دهان تو. میدونی این زن چی کار است؟ یه رقصه، یه بدنام، یه دستمال چرک دست به دست گشته است. اون باعث شد زن تو بمیره، اون باعث شد که تو مثل کپک سرت زیر برف کنی و هیچی رو نبینی. به تو مربوط نیست، گفتم دهانتو ببند و الا هرچی دیدی از چشم خودت دیدی. باشه، دیگه چی شده؟ چرا گریه میکنی زن؟ به بدبختی خودم گریه میکنم. از روزی که به دنیا اومدم یه روز خوش ندیدم، حالا که اومدم یه سر و سامون بگیرم اینجوری با هم رفتار میکنی. آه گوش کن ببین چی میکنم. چیزی گوش کنم، مگه ندیدی فامیل چی؟ من بدبختم، بیچارم، برم کن بزن برم. تو هر چی هستی و هر کس هستی واسه من علف نویگه هست. عمده خودتی که تو اینجایی من جا داری، بی تو بغلم. من نمیدونم سر صحبیه این پسره جوالق کجا بود که سر رای ما سبز شد و روز خوشمونو ناخوش کرد. پسر پاک حال ما رو گرفت. بی بریم دنبال عشق خودمون. باز چی شد؟ دلم درد گرفت، به نظرم بچه چی؟ بذار ببینم، نکنه خدایی نکرده واسه سهراب اتفاقی افتاده باشه. آخ نه، کس چه جفتک چارکشی بازی میکنه. بریم شهری خود واسه دوام موا بگیرم. نه، منو برسون خونه، خودت برو زود برگرد. آه اینم بدک نی، را بیافت جونمی، آه ماشالله قربون بچم با باباش. زود بیایم. چه شو هم بذاری اومدم، راستی موازه بچم باشی. بچم بچم، پس من چی؟ لب بود که دندون اومد عزیز جون، الان برمیگردم. یه آبود من جای قناری میفروشم. آمو بمیرم برات، خیلی قایم زدم تو صورتت. بیا جوشو برچون. پول کجا؟ چه عجله‌ای داری؟ مگه نمیخوای به قولت وفا کنی؟ نه چون ممکنم. نه ترس، اون رفته شهر، تا برگردی خیلی وقت داری. من وقت ندارم، از اون گذشته، هر آن ممکنه اون برسه. بهتره یه جای دیگه هم دیگه رو ببینیم. اگه نمیشناختمت خیال میکردم حروم زاده. خود خودش گرفتم. چی کار میکنی؟ دلت نمیاد بیشتر برداری؟ نه تاس به جوش بر نمیخوره. ولی اگه بفهمه چی؟ باقیش باشه واسه سری بعد. دوبله دیگه بقیه مالیسه. پس فولاز نه چهار بر ما نکش به این زودی خب بدم بید. بفرمایید. باید ببینیم چی میکنم. بله خود
میتونی برای من یک کار کوچیک انجام بدی؟ البته قربان. بودی جلو. بله گوشی با تو کار دارم. با من؟ چون یک دام نشد که بی سر خر زندگی کنی. بله بله خودم هستم، بفرمایی. سلام آقا، من دایی عباس شاگردتون هستم. عباس گفت آب دستتونه، بذارین زمین و فوراً حرکت کنیم بیاین تهران. چی شده؟ عباس خودش کجاست؟ چرا خودش نایمد حرف بزنه؟ نتونست بیاد، به نظرم تو میدون اتفاقی افتاده. من درست نمیدونم، فقط به من گفت تلفن بزن. خلاصه انگار یه پیش آمدی شده که انقدر ناراحت بود. حالا خودتون که اومدین همه چی رو میفهمین. باشه. به نظرم تو میدون خبرهایی شده. باز بریم یه سری بزنیم و برگردیم. مگه من میتونم؟ دست اندازه جاده برای من ضرر داره. میخوای بچه طوری بشی؟ راست میگه. خیلی خب، خودم یه روزه میرم و برمیگردم. ببینم تو چیزی نمیخوای؟ نه، فقط سلامتی تو رو میخوام. آخ قربون تو دختر خودم. مرمزی سلامت. قلبی داره یواشتر برو. داره تو سینه دلی، اما دلی زشت و دورنگ. تو رو گوله میزنه با حرفای خوب و قشنگ. به پا مثل مرواری گم نشی تو کام نهنگ. به تو خنجر میزنه اونی که دوست داره. لاله وحشی سر روی سینت میکاره. الو متلزری؟ ببخشین من میخواستم با آقا کمال صحبت کنم. خودم هم بگوشم. ببین چی میگم، مرتضا همین الان رفت تهران. من و تو میتونیم یکی دو روز بی سر خر از زندگیمون لذت ببریم. فورم بلند شو بیا. اومدم. بعدم میفهمی دختره. بده من گوش کن کمال، امروز میخوام حرفامو باهات بزنم. من دارم از این وضع خسته میشم، باید یه فکری بکنی. چه فکری؟ تازه میپرسی چه فکری؟ آخه تا کی میشه رول بازی کرد؟ اگه مرتضی بفهمه من بهش دروغ گفتم میدونی چی میشه؟ که نمیفهمه. منظورت چی؟ منظورم اینه که بله الان دیگه باست اون پای ماینا باشه. چی داری میگی؟ باست از این ممنون باشی. ببینم روشنایی لامپو حس نمی کنی؟ نه. یک مرتبه دیگه امتحان می کنم، خوب دقت کن. هیچ روشنایی به نظرت می رسه؟ نه هیچی نمی بینم. لطفاً چراغ روشن کنید. من از اولم حدس می زدم ضربه مغزی اعصاب بیناییشو از کار انداخته. منظورتون اینه که دیگه هیچ چاره‌ای نداره؟ فعلا نمیتونم اظهار نظر کنم. فکر میکنم جراحی هم در حال حاضر اثری نداشته باشه. من هرچی بخواین بهتون میدم دکتر، زندگیمو میدم که چشمو خوب کنین. من نمیتونم تمام عمر کور باشم. اگه یادتون باشه 10-15 روز پیش این موضوع رو با هم حل کردیم. بازم میگم مسئله پول مطرح نیست. یه ضایعاتی به مغز شما وارد آمده. احتمال داره سلسله اعصاب کم کم خودش این ضایعات رو ترمیم کنه.
ضمناً ممکنه یه مدتی که بگذره عمل جراحی مؤثر باشه. اگه هیچ کدوم نشد چی؟ وقت باز تا آخر عمر کور بمونم؟ ناامید نشید. برای هر بیماری یه راه معالجه‌ای وجود داره. ولی اون چیزی که من به شما توصیه میکنم اینه که حتما سعی کنید تا اونجایی که میتونید در یک محیط آرام و بی سر و صدا زندگی کنید. به هیچ وجه عصبانی نشید. هر نوع هیجانی برای شما خوب نیست. البته خانم به این موضوع بیشتر باید توجه کنن. هر نوع هیجانی برای شوهرتون ضرر داره. منظورتون رو میفهمم آقای دکتر. ضمناً تصمیم داریم یه مدتی همینجا تو شمال بمونیم. فکر خوبیه. هر چی محیط بی سر و صدا تر باشه برای شوهرتون مناسب تره. آقای دکتر، تلفن با شما کار. آمدم. با اجازه. خواهش میکنم. ناراحت نباش. لباس منو بیار. ببین، ماشین خبر کردی؟ آره، بیرون منتظره. دم این ویلا نگه داریم. ببخشین آقا، چمیدونو بذاریم پایین. بفرمایید، اینم کرایه. متشکرم. فرمایید. چرا وایسادی؟ صدای دریا. بینم دریا طوفانیه. آره، درست مثل دل من میمونه. اما بهتره برای کارامو یه نفر رو بیاری. احتیاجی نیست، خودم کارای خونه رو میکنم. میخوام بفهمی چقدر دوستت دارم. باشه، هر طور تو راحتی همون کارا بکن. ممنونم. صندلی منو بذار رو به دریا. میخوام رو به دریا بشینم. باشه. بیا هستم. بیا اینجا بشین. مواظب باش. بشین. خب من میرم یه دوش بگیرم. اگه کاری داشتی صدام کن. باش. چه کارایی وادار میکنی؟ حالا دیگه باید عصاکشیم بکنم. عب نداره، تمام سختیمو یکی دو هفته هست. اون بالاخره نفله میشه. یعنی تو میخوای؟ نه بابا، منظورم اینه که حالش از دوسته دق میکنه و نفله میشه. حالا بذار یه خودا قاتشیم.
اما چی میخوای؟ چرا دوشو نبستی؟ راست میگی؟ یادم رفت، خسته بودم، خوابم برد. چرا تو اتاق خودمون نخوابیدی؟ مگه یادت رفته دکتر چی گفت؟ من و تو نباید فعلا کنار هم بخوابیم، هیچ نوع هیجانی بر تو خوب نیست. بهتره یه تلفنی به تهران بزنیم. چرا؟ مگه چیزی لازم داری؟ آره جونم، چند روز از میدون بی خبرم، ضمنم میخوام بگم برامون پول بفرستن. از اولم میدونستم که به من اطمینان نداری. موضوع چیه؟ تو بانک اینجا حساب داری، میتونی چک بنویسی من برام وصول کنم، ولی این کارم نمی کنی، میخوای بگی برات پول بفرستم. این حرفا چیه زن؟ تو امید منی، همه چیز منی. چطور میشه آدم به مادر بچهش اطمینان نداشته باشه؟ خیلی ممنونم، بهم قوت قلب دادی. داری چی کار میکنی؟ دارم ظرفا رو جمع میکنم. چطور مگه؟ وای چه حواسی دارم من. شیر دستشوی رو باز گذاشتم. نه شیر رو چرا باز کردی؟ شاگر مرتضی اینجا چی کار میکنه؟ حتما باش کار داره. برو ببین برای چی این طرف آفتابی شده. برو. سلام آقا، باغ مرتضی کار داشتی؟ بله، من شاگردشون هستم. من اینجا هم عباس. عباس. بله، سلام آقا مرتضی. سلام. تو داری گریه میکنی؟ از خوشحالی آقا مرتضی، خیلی دلم واسهتون تنگ شده بود. یه مرد هیچ وقت گریه نمیکنه، هیچ وقت. من نمیتونم شما رو اینجوری ببینم. کاش خدا عوض چشای شما چشای منو میگرفت. کاش من کور میشدم شما رو اینجوری نمیدیدم. تو پسر خوبی هستی عباس، من هیچ وقت درباره تو اشتباه نکردم. خب بگو ببینم بر بچه ها چطورن؟ خوبن آقا مرتضی. از طرف میدونم خیالتون راحت باشه، الانم اومدم به باغا سر بزنم. از کوکب چه خبر؟ به دستور شما هر رو میرم و بهش سر میزنم. دکترا میگن مرگ خانوم تأثیر زیادی روش گذاشته. از وقتی هم که فهمیدین اتفاق واسه شما افتاده، حالش روز به روز بدتر میشه. گوش کن عباس، کوکب تقریبا جای مادر منه، اون منو بزرگ کرده. مادرم وقتی داشت نفسای آخر رو میکشید منو به اون سپرد. من از تو میخوام هیچ وقت اونو فراموش نکنی.
هر محبتی که در حق اون میکنی در حق من کرد. خیالتون راحت باشه آقا مرتضی، ضمناً 200,000 تومان ریختم به حسابتون، اینم فیشش. خیلی ممنون. اگه اجازه میدین من برم. چرا به این زودی؟ نمیشه میدونو با امید بچه ها گذاشت، باید صبح اول وقت سر کار باشم. پاری وقتا به فکرم میرسه اگه شما رو نشتم چی کار میکردم. خدا حافظ شما. پیرشی. خدا با همراه. اما بله بینم الان اگه کسی تو رو ببینه میفهمه حامله ای، یعنی شکمت انقدر بالا اومده که مردم متوجه بشن. ای همچین. پس تا یکی دو ماه دیگه کاملا معلوم میشه. 100%. خیلی خوب، بیا این چکو بنویس، باید بری از بانک پول بگیری. چقدر بنویسم؟ 10,000. امضا کن. دست بده من. آها. اینجا رو. امضا کن. خب دیگه من رفتم. زود بیای. باشه. چرا اون سوال ازم کرد؟ به نظرم نقشه ای داده. من میترسم. نه ترس دختر جون، ترتیبشو میدم. خیلی خوب من رفتم. مواظب باش سر صدا نکنی. باشه. گفتم کی اونجاست؟ اینا چم
گرفتی؟ آره گرفتم. چشمای کورش چجوری زل زده ما رو نگاه میکنه، درست مثل این میمونه که من و تو رو میبینه. نه ترس، اون دیگه هیچ وقت نمیتونه ببینه. نمیدونم چی کنم، تنم میلرزه. الان اونجا بلندش میکنم بره بخوابه. چرا تو بارون نشستی عزیزم؟ بلند شو بریم، سرما میخوری. بلند شو. اگه تو نبودی من چی کار میکردم؟
که اینطوری به من خدمت میکنه؟ من وظیفه‌مو انجام میدم. آخه تو پدر بچه منی. دلم میخواد از بچه‌م بیشتر حرف بزنی. بگو ببینم الان در چه حال؟ خب معلومه، تکون میخوره، یه وقتی هم لگد میزنه. پس لگدم میزنه. آره، خب حالا دراز بکش، وقتی نهار حاضر شد صدات میکنم. امروز دریا دیوونه شده، از صبح تالا داره میقره. حق نشه، اونم مثل آدم ها میمونه. وقتی این همه نامردی و نالوتیگیری تو دنیا میبینه دلش به درد میاد، سرشو به ساحل میکوبه و فریاد میکشه. منظورت از این حرفو چیه؟ ایچی با علکی چیزی میگه. چی بلند شدی؟ مگه غذاتو نمیخوری؟ حسنم از دستش سر رفته. چاره چیه؟ من میرم یه کمی راه برم، بعد برمیگرم و با هم حرف میزنی. یه کارش کن بخوابه. میخوام امشب کار یه سره کنم. چی داری میگی؟ به صلاح جفتمونه. کجا میری؟ حالم خوب نیست، میخوام یه کمی دراز مکشم. بیا در اتاقو ببن. باشه. چقدر زود اومدی؟ نمیدونم چرا دلم گرفته، داره یواش یواش از اینجا بدم. تو رو خدا یه کاری کن از اینجا بری، و الا من دیوونه شدم. الله جان کسا خطا آوازی تصمیممو گرفتم. همین امشب کلکشو میکنم، تو هم راحت بشی، دیگه مجبور نیستی. نامارد تو
Lale ye vashi ye sor, ruye si.